انجام به میدم شما ما ایزان. خیلی مدیونیم پیشنمی. چرا عزیزم؟ به خاطر نجاتت. بله بله، به خاطر ایمانی که بهمون یاد دادید. آمین عزیزم. شماها و اون عزیزی که جلوتر از شما تلفن کرد و امثال شماها مثل ستاره های من هستید که با شماها پوز میدم. وقتی وارد بهشت میشیم میگم ببینین اینا رو میبینین، اینا همه دار و دسته خود من هستن. لذت ما هم میبرن. با شما پوز میدیم ولی منطقه خب این مسلمان قبول نمی کنن دیگه. نه چرا قبول میکنن؟ نه 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 چرا چرا چرا؟ ببین به فکر امثال من و خودت باش. ما هم یه زمانی سوال برامون پیش میمد که آیا کار درستیه کار درستی نیست. البته در زمان من خیلی سخت بود، من خیلی سخت ایمان آوردم، ولی اونم اونقدر معجزه دیدم، جواب دعا دیدم که دیگه حقیقتش تو رو دروسی گیر کردم. و وقتی اون پیرزن آمریکایی به من گفت دعای توبه رو الان با من بخون، منم خوندم دعای توبه رو، چون هی میگفت خودت دعا کن، خودت هم میتونی دعا. من میگفتم با من جوونم، شماها پیری، خدا صدای شما. خلاصه یه روز با هم دیگه دعای توبه رو تلفنی برای من خوند، یه مرتبه گفت هللویا تو دیگه مسیحی شدی. گفتم بله، گوشی رو قطع کردم، خدا شاهده. وحشت وجودم رو گرفته بود، فکر کردم الان 5 تن ظاهر میشن منو شقه شقه میکنن. به یک چنین حالتی و دوباره اشهد خوندم، مسلمون شدم. تا در طی یک هفته یا بعدش مسائلی به وجود اومد و معجزات دیگه ای دیدم و دیگه نمیتونستم مقاومت کنم، چون مسیح خودش رو ثابت کرد به من. و این افرادم همینطور عزیزم، اینا یه عمری تو گوششون کردن که شما مسلمون به دنیا اومدی، مسلمون هم میمیری، دینه تو نمیتونی عوض بکنی، اگر عوض کنی مرتدی، باید کشته بشی. هم میترسن عوض بکنن، همین که شک دارن چون تعلیمی ندارن، هیچ چیزی، مسلمون هیچ چیزی راجع به اسلام نمیدونه. میدونی چه مسلمون هایی؟ ارتباط با خدا رو نمیدونن، هیچ چی نمیدونن. واقعا وقتی مسیحی شدم واقعا خدا رو تو وجودم حس کردم. بله دقیقا همینطوره، مسلمونه واسه این همچین چیزی نبود. دقیقا همینطوره، کاملا درسته، کاملا درسته. مسلمان، متاسفم اینو رو راست باید بگم، ولی مسلمان هیچ گونه ارتباطی با خدا نداره. فقط یه سری احکام شریعت و مذهبی انجام میدن، شبه مذهبی باید بگم، از جمله اون بت پرستی که به طرف اون چارگوش کعبه، توی کعبه یعنی چارگوش، به طرف چارگوش توی عربستان وای میستن و روز 17 مرتبه وردای هر روز رو تکرار میکنن و اسمشو گذاشتن دعا کردن. تفلی ها چیز دیگه غیر از این نمیدونن. فقط بهشون گفتن محمد خاتم انبیاست و قرآن هم آخرین کلامه. امروز از روی انجیل براتون خوندم که فرشته به یوحنا گفت خدا به رسولان خودش نبوت میبخشه، به خادمان خودش نبوت میده، به پیامبران خودش نبوت میده. محمد حتی یک نبوت نکرده توی قرآن. من نمیدونم چرا هیچ کس این سوالا رو از خودش قبلا نکرده، از ملاشون نکرده. آخه نبوت محمد چی بوده که من بهش بگم نبی؟ ممنونم عزیزم، چیز دیگه ای میخوای بگی برادر؟ منم همینطور. مرسی از لطف داری عزیزم، مرسی از تماست، خدا نگهدار. و چقدر عالی، چقدر عالی، واقعا دیگه هیجان زده شدم. با وجود خستگی و بیخوابی و کار زیاد و ملاقات هایی که در پیش دارم، این نوع چیزا رو که میشنوم واقعا خستگی ازم برطرف میشه و خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم خیلی زیاد. اوکی عزیزان، بعد کم کم از حضورتون مرخص بشم.
گفتم ملاقات هایی در پیش داریم ببینیم چطور پیش میره و به ابدیت خودتون این فرصت رو بدید. مسئله 20 سال، 90 سال، 120 سال، 50 سال، 60 سال عمر تو این دنیا نیست. مسئله ابدیتتونه. و از روی انجیل امروز براتون خوندم، فکر میکنم امروز خوندم، بهشت خروجی نداره، من معذرت میخوام، جهنم خروجی نداره، جهنم ابدیه، ورده و دخله نداریم، عذابه. کسی نمیره به جهنم برای دید و بازدید. به عنوان توریست شماها نمیرید به جهنم. و شاهد بودید کسانی که من ازشون سوال میکنم در مورد این آیات قرآن، و وقتی بهشون میگم بابا تو این آیه نوشته میری به جهنم، میگه خب نه، بله اونجا وارد شدن به بهشت با داخل شدن، وارد شدن به جهنم با داخل شدن به جهنم فرق، چه فرقی داره؟ یکی میاد مثال زندان رو واسه من میزنه، یکی میاد مثال نمیدونم زندانبان رو میزنه، مثال زالو رو میزنه. خود محمد گفته میری به جهنم، تو قرآن نوشته، خودش هم تو جهنمه، تو انجیل نوشته، پیامبر دروغین که عده بسیاری رو گمراه کرد. از کی دارین پیروی میکنین شماها؟ سوال کنید از خودتون، نبوت محمد چی بود؟ معجزش چی بود؟ قرآن کدوم آیه قرآن؟ یه نفر اومد، خیلی هم آدم مؤدبی بود، محترمانه صحبت میکرد، گفت بله در این آیه قرآن اومده که هیچ کس نمیدونه آیه، نمیتونه آیه مثل قرآن. گفتم یکی از آیات رو بده. شنیدید بارها پخش کرد، بازم پخش میکنم. نتونست آیه از روی قرآن بده که کاملترش رو در کتاب مقدس تورات و انجیل نتونم نشون بدم. پس اینکه قرآن معجزه است فقط یه راه فراره براشون. معجزه محمد قرآن بوده دیگه، بی خیال حرف نزن. نه، قرآن معجزه نیست. قرآن فقط بهتون میگه چجوری بت پرستی بکنین، چجوری زنا بکنین شرعی، چجوری غارت بکنین، چجوری اونایی که مثل شما نیستن، مسلمون نیستن، چجوری بکشینشون و هر کی از اسلام برگشت اونم بکشین. قرآن اینه، تعلیم نیست تو قرآن. از جلد شروع تا جلد خاتمه قرآن، از بفرمو اینجا هست، انواع و اقسام قرآن دارم اینجا، 15 جلد قرآن به تو روی کامپیوتر دارم، اینجا چند تا جلد دارم. از اول قرآن تا آخر قرآن یک کلمه محبت وجود نداره. کلمه عشق یا محبت در قرآن نیست، در حالی که ذات خدا محبته. چطور ممکنه در این کتاب فقط فرمان آدم کشی رو داده، فرمان زنا داده و بله داستانهای بسیار زیادی رو از کتاب مقدس، از تورات و انجیل گرفتن، گذاشتن روی این جلد به اسم قرآن و میگن خب اگر قرآن بده چرا اینجا نوشته دزدی نکن، زنا نکن؟ از تورات اومده، از انجیل اومده. شما قرار بود معجزه قرآن رو به من نشون بدی، یه آیه از قرآن که من نتونم کاملترش رو در انجیل بهت نشون، آیه تعلیمی، نه آیه زنا، نه آیه آدم کشی، یا یه تعلیمی به من نشون بدیم. پس معجزه که محمد نکرد، مرده ای رو زنده نکرد، بیماری رو شفا نداد، برای کسی دعا نکرد، نبوتی هم نکرد، برای چی به این میگین نبی؟ نبی تو سرش بخوره میگن خاتم انبیا.
خاتم انبیا؟ مسلمون اصلا نمیدونه نبوت یعنی چی، نمیدونه کار نبی چی هست. بخونید، نترسید سوال بکنید. وقتی یه نفر مثل این عزیزان از شما سوال میکنن بابا راجع به این مسائل چی فکر میکنی، با فحش دادن و پس زدن اون جواب نیست. گردن کشی کردن و صدات رو بلند بکنی و داد و فریاد و نه چه تو خائنی، تو کافری، از اسلام برگشت، نه، تازه نجات پیدا کرده، تازه با خدا رابطه پیدا کرده، شما هنوز در گمراهی هستید. این فرصت رو به ابدیت خودتون بدید که نجات پیدا بکنید. همین. برخور عزیزان، بعد از حضورتون مرخص بشم، احتیاج دارم فکر میکنم، احتیاج دارم یه چرتکی بزنم، وقتم خیلی کمه. داشتم فکر میکردم یه خود دیگه بمونم، یکی دو ساعت دیگه بمونم، میبینم جور در نمیاد. باید از حضورتون مرخص بشم عزیزان، از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزارم. فراموش نکنید هیچ احدی، هیچ انسانی با دین به دنیا نمیاد. پدر مادرتون مسلمون بودن، شما انسان و آزاد به دنیا میای. تا یک روزی مثل امروز یا امشب خودت تصمیم بگیری پیرو به چه کسی میخوای باشی. چون پدر مادرت مسلمون بودن، شما اتوماتیکلی مسلمون نمیشی. اگر پدر مادرت حمال بودن، شما اتوماتیکلی حمال نمیشی. اگر پدر و مادر دکتر بودن، شما اتوماتیکلی دکتر نمیشی. پس اجازه ندید با این چرندیات فریبتون بدن. به عیسای انجیل ایمان بیارید. به همون طوری که این برادری که آخر سر تلفن کرد گفت، تازه خدا رو در وجودتون حس میکنید، پاکی و قدوسیت رو احساس میکنید. انجیل راه زندگی رو به شما یاد میده. قرآن یه سری بکن نکن، اکثرش هم نکردنی هستن، غیر از اونایی که راجب زنا و این چیزا هست. بله، محمد با زن پسر خونده خودش زنا کرد، بعد آیه بعد میگه اینو برای همه مردا آزاد کرد که همه بتونن با عروسای خودشون ازدواج. البته اول باید به پسر خوندش بگن طلاق بده که ما بتونیم با زنت ازدواج بکنیم. میتونید تصور بکنید اینو؟ میتونید اصلا دلتون میخواد تصور بکنید چه کثافتی بود این مرد، چه نکبتی بود؟ میتونید تصور بکنید یا میترسین تصور بکنید؟ کسی که با داشتن اون همه زن از زن شوهردارم نگذشت، زینب، زن پسرخونده خودش، از یه بچه 6 ساله نگذشت. چی بود؟ کم بوده سکس داشت؟ بچه یتیم بود؟ فقیر بود؟ نه، عایشه دختر ابوبکر بود، 6 ساله. برای چی با یه بچه 6 ساله ازدواج کرد؟ چرا؟ هان، چون پیغمبر بوده؟ یعنی یکی از علائم پیغمبر بودن اینه که بچه بازی هم بکنه، با زن شوهردارم زنا بکنه. داوود یه بار با زن شوهردار زنا کرد، خدا دمار از روزگارش در آورد. داوود پیغمبر چی شد؟ زمان محمد خدا یه مرتبه بی غیرت شد؟
آره، چون تو پیامبر محبوب من هستی، خودم وسط خانوم میارم، همه زنای دنیا به تو حلالن. نه، محمد هیچ عملی که شایسته پیامبر بودن باشه انجام نداد، حتی یک عمل. اون داستانی هم که میشنوید، بله، از توی کوچه رد میشد یه زن یهودی رو سرش خاکستر میریخ هر روز، بعد محمد رد میشد یه روز خاکستر نریخ، رفت ببینه چرا نریخته، دید مریضه. اینا داستان و خرافات شیعه است، در قرآن وجود نداره، در احادیث وجود نداره. محمد این کسی چپ بهش نگاه میکرد سرش رو از تنش جدا میکرد. به خودتون بیایید ببینید اسلام چه بلایی به سر مملکت آورده. دبی هم مثلا، یا چی میگن امارات چیه، اونم مثلا یه کشور اسلامیه، ولی مردم آزادن، کسی کاری به کار کسی نداره، تونستن یه مقدار پیشرفت بکنن. عربستان هم تمام این سختگیری ها رو داره از میون برمیداره، فقط ایرانه که شده کاسه داغتر از آش و موعظه های آخوندار هم اینجا براتون پخش کردم، چه چرندیاتی موعظه میکنن، چه چرندیاتی موعظه میکنن. چون تو قرآن چیز قابل مقایسه، چیز قابل موعظه نیست، مجبورن یه چیزی از افکار خودشون موعظه بکنن و آخون مغز نداره، مغز روحانی نداره بتونه چیزی بیافرین و موعظه بکنه. آخون نمیتونه. بیایید به طرف خدای زند. این فرصت رو ببین، منم مثل شماها، منم مثل بسیاری از شماها. گفتم چه اتفاقی افتاد روزی که اون پیرزن آمریکایی دعای توبه و نجات و تلفنی با من خون، وحشت کردم. به من گفت اوکی خدا رو شکر تو دیگه از الان مسیحی شدی. گفتم تلفن رو زدم زمین، چی برگشت؟ خدا میدونه برگشتم پشت سرم به دیوار نگاه کردم، گفتم الان 5 تن ظاهر میشن منو شقه شقه میکنن. اینقدر وحشت داشتم، اشهد خوندم دوباره مسلمون شدم. ولی نقشه خدا بود که من نجات پیدا بکنم. دعوت شدگان بسیارن، همه مردم دنیا رو خدا دعوت کرده به توبه و نجات، ولی هر کسی ایمان نمیاره. جهنم هم برای اون نوع افراد ساخته شده، دروغگویان، زناکاران، قسم خوران، کلاهبردان، ریاکاران، دزدان. شما خودت میدونی دزدی کردی، ولی خودتو آدم بدی نمیدونی. با چه معیاری خودت رو میسنجی؟ دروغ میگی، خودت آدم بدی نمیدونی. حرف زدنت فحشه، برات عادیه. کلام خدا میگه شما نمیتونی با یک زبان خدا رو بپرستی و فحش هم بدی. نمیشه. میتونی ادعای خدا پرستی بکنی و فحش هم بدی، ولی نه، آدم خدا پرست فحش نمیگه، زنا نمیکنه، دروغ نمیگه، قسم نمیخوره. فکر بکنید، ممکنه بعضی از این چیزا برای بعضی یا به نظر سخت بیاد. ای بابا، مگه میشه آدم دروغ نگه؟ شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.